فقط یک نقشه راه حل بسنجیم که نه فکر احمد مسعود یا فکر جبهه یا فکر یک عزیز دیگر یک دوست دیگر یک گروه یک حزب یک نهاد یک جبهه دیگر یک بخشش است مشترک یک راه یک نقشه راه حل بسازیم و این فکر سیاسی است در قسمت نظامی امروز یک صحبت بسیار زیبا جناب وقت است که واقعا متشکرم در دوشنبه بسیار زیبا صحبت کردید و این چیزایی است که واقعا لازم است همین بود مسئله امر مقاومت و مبارزه نظامی به عنوان آخرین راه درست که شما میبینید اتفاقی که در هرات افتاد تظاهرات مدنی را چیکار کردن اونش تظاهرات مدنی زنای ما را چیکار کردن اونش تظاهرات مدنی مردم ما را چیکار کردن که راه چاره نمیمونه اون قصه‌ای که میگه وقت ضرورت چونه ماند گریز دست میگیرد سر شمشیر تیز. جزئیات کنفرانس ویانا برای افغانستان مردم سالار چیست؟ افغانستان اینترنشنال به نسخه ای از دستور کار کنفرانس ویانا برای افغانستان مردم سالار که روز یکشنبه آغاز شد دست یافته است. بر اساس این سند قرار است در این نشست افزون بر سخنرانی های افتتاحیه 4 پنل با موضوعات مختلف برگزار شود. بررسی و تحلیل وضعیت افغانستان، وضعیت بشری حقوق بشر و حقوق زنان، بررسی وضعیت گروه‌های مخالف طالبان و توافق بر سر کار مشترک و تقویت مشاوره و همکاری‌های منطقه و بین‌المللی از موضوعات اصلی پنل‌های این کنفرانس است. علاوه بر کسانی که به طور حضوری در این نشست شرکت کرده‌اند، برخی از چهره‌های سیاسی و مدنی به طور آنلاین در این برنامه سخنرانی خواهند کرد. بر اساس این دستور کار در آغاز نشست عمومی محمد محقق، رنگین دادفر اسپنتا، صلاح الدین ربانی، محب الله صمیم، باتور دوستم، شکریه بارکزی، فوزیه کوفی و احمد مسعود سخنرانی خواهند کرد. پس از آن اولین پنل درباره حقوق بشر و حقوق زنان برگزار خواهد شد. دومین پنل درباره وضعیت گروه‌های مخالف طالبان، تفاهم سیاسی و اجماع این گروه‌ها بر سر هدف مشترک برگزار خواهد شد. پنل سوم درباره همکاری منطقه و بین‌المللی برگزار خواهد شد. ترسیم نقشه راهی برای آینده افغانستان از اهداف سومین دور نشست مخالفان طالبان در ویانا اعلام شده است. در این دوره از نشست ویانا نمایندگان کشورهای غربی از جمله دیپلمات‌های آمریکایی و نمایندگان کشورهای اروپایی هم در دومین روز کنفرانس شرکت خواهند کرد. شرکت کنندگان نشست ویانا میگویند افزون بر 29 گروه سیاسی، نمایندگان جامعه مدنی نیز در این نشست حضور دارند. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در نشست ویانا گفت این نشست و انسجام مخالف طالبان مقامات بلندپایه این گروه را نگران کرده است. احمد مسعود در نشست ویانا از مخالفان طالبان خواست اختلافها، فاصله‌ها و تشریفات را کنار بگذارند. او افزود که نبردهای مقاومت به دستاورد خوبی منجر شد که توافق همگانی و اجماع مشترک در امور بحران افغانستان است. این چهره برجسته مخالف طالبان همچنین در برنامه ویانا درباره بدیل طالبان سخن گفت. با گفته آقای مسعود بدیل طالب افراد نیست بلکه گفتگو میان شهروندان افغانستان است. بدیل طالب یک روند است که همه مردم افغانستان در آن دخیل باشند و بتوانند طالب را نیز جزئی از آن جریان کند. آقای مسعود گفت راه حل افغانستان اصلاح دستگاه حاکم نیست. تشکیل حکومت همشمول مشکل را حل نمی کند. چنانچه باز شدن دوباره مکاتب با این نصاب تعلیمی فقط افکار توریستی را بیشتر پرورش می دهد. شکریه بارکزی عضو پیشین مجلس نمایندگان که در این نشست حضور دارد گفت که برخلاف نشست دوحه که در آن تنها یک گروه سیاسی شرکت کرده بود، در نشست ویانا نمایندگان بیش از 29 گروه سیاسی افغانستان شرکت کردند و این نکته غنای نشست ویانا را نشان می‌دهد. میثم نظری عضو جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز گفته است این اجلاس نوید یک نقطه عطف و مهمی را به همراه دارد
و نتایج آن در روز پایانی اعلام خواهد شد.